به نام خدای رنگین کمون. طبق داده های امنیتی منتشر شده نشون میده که ایران جزو 10 کشور آلوده به بدافزار است. منظور از آلوده به بدافزار یعنی اینکه برنامه ها و اپلیکیشن هایی که رسمی نیستن و یا یه باگی دارن و یا دارن از داخل گوشی سوء استفاده هایی میکنن، یعنی به نوعی اون اپلیکیشن هایی که در حال استفاده هستن مخرب برای گوشی هن یا مخرب برای گوشی شناسایی شدن. به نظر میرسه فیلترینگی که از اواخر شهریور در ماه رخ داده و تلاش‌های گسترده کاربران برای دور زدن این محدودیت‌ها یکی از عوامل کسب چنین رتبه‌ایه. همچنین مسدود بودن گوگل پلی و عدم دسترسی به اپلیکیشن‌ها توسط کاربران و مراجعه به منابع غیر رسمی برای دریافت اونها و دریافت آپدیت‌ها نقش بسزایی در این اتفاق داشته. ولیعهد عربستان راجع به خاورمیانه اینطوری گفته: خاورمیانه اروپایی جدید خواهد بود. داخل صحبت‌هاش اینطوری گفته: کشورم، یعنی منظورش عربستان، کویت، بحرین و بقیه کشورهایی که حالا اسم برده، تا 5 سال آینده کاملا متفاوت خواهند بود. قبل از اینکه بمیرم میخوام خاورمیانه را در خط مقدم جهان ببینم. این اتفاق بدون دموکراسی هیچ وقت رخ نخواهد داد، چرا که چین نتوانست. و راجع به همین که اگر مردم حمایت نکنند این اتفاق نمیفته، گفته شاید تا چند سال آینده برج‌های بزرگ، خیابان‌های عریض و رونالدو و مسی ها داشته باشیم، ولی هیچ وقت سینما نخواهیم داشت، هنر نخواهیم داشت، کتابخانه نخواهیم داشت. منظورش این بود که اگه مردم با ما نباشن این اتفاقها نخواهد افتاد. ببینید واقعا صحبتهاش خیلی با غروره و من از حرفاش خیلی خوشم اومد. متاسفانه یه غروری توی حرفاشه که خیلی جذابه. بریم چند ثانیه از با غرور صحبت کردنشو ببینیم. الامارات، عمان، لبنان، اردن، مصر، العراق والفرص التي لديها، إذا نجحنا في الخمسات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. تقريبا چند هفته پیش بود که ایلان ماسک یه دونه نظرسنجی گذاشته بود داخل توییتر و از کسایی که دنبالش میکردن این سوال رو پرسیده بود که آیا من باید بیخیال مدیریت کردن روی توییتر بشم، و تعداد افراد خیلی زیادی جواب مثبت داده بودن. و جالبترش اینجا میشه که اسنوب داگ نظرسنجی گذاشته که آیا من توییتر رو مدیریت کنم، و 81% گفتن آره، احتمالاً مدیر بعدی توییتر قراره اسنوب داگ باشه. بعد از اینکه پسر یکی از بزرگترین توزیع کننده های مواد مخدر مکزیک دستگیر میشه و این گروه و باند خلافکار الهام جنگ با دولت رو کردن، خبرها حاکی از اینه نه تنها دولت اون پسر رو تحویل نمیده بلکه اون شب 29 نفر کشته میشن. بالاخره ونزوئلا هم فهمید نیازی نیست با آمریکا در بیفته. رئیس جمهور ونزوئلا گفته آماده است روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا را در بالاترین سطح بازسازی کند. درسته که ونزوئلا یکم دیر فهمید، ولی کشورهایی مثل چین و هند و خیلی از کشورهای دیگه کاملا به این آگاه بودند که شکست خواهند خورد اگر قبل از ابرقدرت اقتصادی شدن با آمریکا در بیفتند. ونزوئلا فقط 4 سال طول کشید تا به یه همچین کشوری تبدیل بشه، کشوری که همه طوره زمین خورده. باید بگم از سال 2019 قطع ارتباط کاملش با آمریکا رو شروع کرد و الان که سال 2023. یه رسانه اتریشی از دستگیری نواب ابراهیمی اینطوری نوشته، عکس ورژن اتریشی کتلت رو گذاشته و بالای تیتر نوشته این هم نشونه اعتراضه. بعد هم فلسفه کتلت و قاسم سلیمانی رو قشنگ توضیح داده که غیر از ایرانی ها کل آلمانی زبانی ها هم بفهمن جریان چی بوده. چقدر خوبه که دشمنای احمقی داریم، باعث میشه صدای ایران به کل دنیا برسه. اگر هم راجع به نواب ابراهیمی نمیدونید، باید بگم که روزی که قاسم سلیمانی جونش رو از دست داده بود و حالا با موشک زده بودن ماشینش رو، دقیقاً روز سالگردش نواب ابراهیمی، این آقا میاد مثل هر روز خودش که داشته غذا درست میکرده، اون روز هم یه دونه کتلت خیلی خوشمزه درست میکنه و به خاطر همین که کتلت درست کرده میان میگیرن و میبرنش. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. دوستان من معذرت
معذرت میخوام که تصویرم نیست، یه ذره ناخوش احوالم. ایشالا تا چند ماه آینده سعی میکنم که دوباره بتونم پشت میز بشینم و براتون برنامه اجرا کنم. قبل از اینکه از اخبار داخل ویدیوهام استفاده کنم، داخل ستادهای خبری تایید شدن این اخبارها رو چکشون میکنم و بعد از اینکه مطمئن شدم این اخبار حقیقیان، بعد وارد ویدیو میکنم تا یه وقت خدای نکرده اخبار اشتباه رو منتقل نکرده باشم. آیدی چنل تلگرامی رو که اینجا براتون میذارم یه چنلیه که میشه به اخبارش اعتماد کرد، هرچند اخبار کذب هم داره، ولی اگه میخواستین که اخبار رو خودتون بدون حذفیات دنبال کنید، پیشنهاد میکنم داخل این چنل تلگرامی عضو بشین و از اخباری که در اختیارتون میذارن مطلع بشید. امیدوارم توی ویدیوی فردا و اخبار فردا شب ببینمتون. و در آخر اینکه درود بر شما.